همیشه توی فیلم ها و انیمیشن ها انسان اولیه رو با یه نیزه و در حال شکار به ما نشون دادن. حالا آیا واقعا انسان اولیه شکارچی بوده یا کشاورز بوده؟ این موضوع این ویدیو ماست و من با تحقیقاتی که کردم از چند تا کتاب تاریخی میخوام یه سری سند و مدرک براتون بیارم و جواب این سوال رو تو این ویدیو بدم. پس اگه میخوایم بدونیم که واقعا جواب این سوال چیه و انسان اولیه شکارچی بوده یا کشاورز بوده، تا آخر این ویدیو رو با من همراه باشید. اما یادتون باشه که هرچی من ازش سر در بیارم، شما هم ازش سر در بیارید. من علی خرمیر هستم و پژوهشگر دینیم. در مورد دینهای مختلف مطالعه و تحقیق میکنم و ویدیوهای دربارشون میسازم. در قسمت اول این ویدیو به روش تغذیه مردم باستان تو کتاب دینی به خصوص تورات میپردازیم. در بخش اول کتاب تورات، یعنی کتاب سفر پیدایش، خدا در مورد ساختن جهان توضیح میده و میگه که بعد از اینکه خدا نور و آب و هوا و زمین و گیاهان رو ساخت، انسان رو شبیه به خودش ساخت. و بعد خدا در این قسمت میگه اینک همه گیاهان دانه‌دار را که بر روی تمامی زمین است و همه درختان دارای میوه دانه‌دار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد و به همه وحوش زمین و همه پرندگان آسمان و همه خزندگان روی زمین که جان در خود دارند، همه گیاهان سبز را برای خوردن بخشیدم. تو دنیای ایدئال اولیه، یعنی همون بهشتی که همه آدم ها دنبالش بودن و هستن، خدا میوه های دانه‌دار و گیاهان دانه‌دار رو به عنوان غذا برای انسان تعیین کرده بود و برای حیوانات هم سبزیجات و گیاهان سبز رو به عنوان غذا تعیین کرده بود. پس اینجوری میفهمیم که خدا برای انسان همبرگر و لازانیا و جوجه و کباب به عنوان غذا تعیین نکرده بود. و میخوام بهتون بگم که سازنده هر چیزی، هر موجودی، هر ماشینی بهتر از همه میدونه که چه چیزی میتونه برای اون وسیله یا اون ماشین بهترین غذا و سوخت باشه. و خدا هم برای انسان ها میوه ها رو و سبزیجات رو به عنوان غذا تعیین کرده بود. پس غذایی که ما امروز میخوریم اصولا نباید غذای مناسب برای ما باشه. از بخش اول کتاب تورات موسی نکته های زیاد میشه دریافت کرد. یکی از اون نکته ها اینه که بهشت یه مکانی بوده روی زمین که حتی اسم اون مکانم توی کتاب نوشته شده و اون مکانی هست به نام عدن که توی حوالی خاورمیانه باید باشه. پس ما آدم ها از تو آسمون روی زمین نیومدیم و بهشت هم توی همین دنیاست. بهشت یک شرایط متفاوت بوده، یعنی روی همین زمین ما میتونیم توی شرایطی زندگی کنیم که شبیه به بهشت باشه و توی شرایطی زندگی میتونیم بکنیم که شبیه جهنم باشه. توی یه شرایطی یه آدم میتونه 1000 سال عمر کنه، توی یه شرایطی دیگه یه آدم میتونه فقط 50 سال عمر کنه. این شرایطی که تعیین میکنه که کجا بهشت باشه، کجا جهنم باشه. چیزی به نام بهشت و جهنم تو آسمون وجود نداره. این چیزی که از کتاب تورات و کتاب‌های دینی میشه دریافت کرد. خدا باقی رو در عدن حرس میکنه و آدم رو درون اون قرار میده و در وسط این باغ درختی به نام درخت حیات قرار داشته و درخت شناخت نیک و بد هم درخت دیگه‌ای بوده که در این باغ قرار داشته و خدا آدم رو برای نگهداری از این باغ در اونجا گذاشته. از این قسمت از کتاب تورات میفهمیم که شغلی که خدا برای انسانها و برای مردها تعیین کرده بود همین باغبانی بوده که بتونن از باغ نگهداری کنن و همینطور هم از این باغ غذای مورد نیاز خودشون به دست بیارن. پس خیلی از شغلهایی که مثلا توی دنیای امروز برای ما ساختن، مثل دکتر و مهندس و خیلی چیزایی دیگه که برای ما شغلهای اساسی محسوب میشن، اینو فقط ساخته و زایده این
ماتریکس و دنیای ماتریکسی که اینا رو برای ما ساخته و برای ما مهم جلوه داده. در مورد ماتریکس هم که چی هست، من ویدیوهای ضبط کردم که لینکشو این بالا براتون میذارم و توی دیسکریپشن هم لینکشو میذارم، اگه بخواید میتونید برید ببینید که دنیای ماتریکس چی هست و چطور ما داریم کنترل میشیم. تو قرن 13 دانشمندایی که تو اون موقع تحقیق میکردن قارچ رو به عنوان میوه ممنوعه معرفی کردن. ویدیو دیگر من در مورد اینکه قارچ میوه ممنوعه بوده و تحقیقاتی که کردم تو کتاب‌های تاریخی رو این بالا لینکش رو براتون میذارم. همچنین یه ویدیوی دیگه هم هست که درباره اینکه چطور نوح و قومش 1000 سال تونستن زندگی کنن و چه رازی باعث شده این طول عمر رو به دست بیارن، توی ویدیو کامل من اینو توضیح دادم و لینکش رو این بالا و همچنین زیر ویدیو براتون میذارم. اگه تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد و از اینجور تحقیقات دوست دارین، این ویدیو رو لایک کنین تا بیشتر دیده بشه و همچنین شبکه رو سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی من رو هم ببینید. بعد از اینکه خدا آدم رو از باغ عدن یا همون باغ بهشت بیرون میکنه، توی کتاب مقدس میگه که پس یهوه خدا آدم رو از باغ عدن بیرون راند تا بر زمینی که از آن گرفته شده بود زراعت کنه. پس اینجا میبینیم که توی کتاب مقدس خدا برای انسان‌ها روی زمین شغل زراعت رو در نظر گرفته. تا اینجا من نکته‌های خیلی زیادی رو از کتاب مقدس مسیحیان یا همون تورات موسی در مورد گیاهخواری گفتم و احتمالاً خیلی از شما تا حالا یه جوری کنجکاو شدین که این گیاهخواری چیه و ما چجوری می‌فهمیم، مثلا چجوری میتونیم اطلاعات در موردش پیدا کنیم و خیلی سوالات تو ذهنتون هست و دوست دارین دربارش ببینید. و به خاطر همون میخوام یه کتابی رو در همین زمینه بهتون معرفی کنم. در سال 1355 توی تهران یه نفر به نام آرشاوی دیر آوانیسیان کتاب منتشر میکنه به نام خام گیاهخواری که این نقطه شروع تمام جریان خامخواری در جهان و این کتاب سورس اصلی تمام اون جریانی که الان توی دنیا تو کشور اروپای آمریکایی خیلی دنبالشن و شما توی اینترنت اگه سرچ کنید ویدیوهای خیلی زیادی در مورد موضوع خام گیاهخواری یا راو ویگن یا راو ایتینگ میتونید پیدا کنید که اینا الان یه جریان خیلی بزرگ شده توی کشور خارجی. شاید خود اون خارجی‌ها ندونن که این دقیقاً از کجا شروع شده، ولی آرشاوی دیر آوانیسیان یک ارمنی بود که در آذربایجان ایران به دنیا اومده بود در یک خانواده ارمنی و در تهران ساکن بود و خیلی آدم جالبی بود چون رفته بود خیلی کشورهای مختلف رو گشته بود برای درمان بیماری فرزندان خودش و بعد در نهایت به این نتیجه رسید که آدم‌ها باید کاملا گیاهخوار زندگی کنن و کتابی نوشته که این کتاب تمام موضوعات گیاهخواری توضیح داده و منطق پشت اونا رو یه جورایی میشه گفت خیلی قشنگ توضیح داده و بررسی کرده. لینک این کتاب رو من توی دیسکریپشن میذارم اگه دوست دارین در مورد این گیاهخواری و خام گیاهخواری اطلاعات بیشتری کسب کنین، میتونین این کتاب رو دانلود کنین و بخونین. توی این شبکه من به مسائل دینی و سیاسی و مسائل مختلفی توی فیلم‌های سینمایی میپردازم. اگه دوست دارین فیلم‌های منو ببینید، شبکه منو سابسکرایب کنید و فیلم‌های منو دنبال کنید و در آخر هم دو تا از فیلم‌هایی که مربوط میشه به همین موضوع رو در آخر براتون اینجا می‌ذارم. اما یادتون باشه که هر چی من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در میارید.